رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خوب هستین شما؟ مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتین. خواهش من، بفرمایید. من سوالم راجع به دخترم هست. من دختر 8 سال و نیمه دارم که یه مدتی هستش که در مورد یک زمینه ای از زندگیش دچار شک و تردید شدیم، من و پدرش. برای همین حس خوبی نداریم، چون از اون کاری که داریم میکنیم مطمئن نیستیم که درسته یا نه. به من بفرمایید. نه، صبر کنید. هر دوی شما چند سالتون عزیز؟ من 42 سالمه. همسرتون؟ 43 سالشونه. چه مدتی ازدواج کردین؟ بله، چه مدتی ازدواج کردید؟ ما 14 سال ازدواج کردیم. و همه یه دونه فرزند رو دارید؟ بله، تک فرزنده. از کجا تلفن میکنی؟ من از امریکا، از لس آنجلس. آخه لغت من رو به کار بردید، مقصودتون چیه؟ همسرتون از کجا تماس میگیرین؟ گفتم نه، من گفتم نه. اوکی، همسرتون هم در لس آنجلس هستن؟ بله، ما مدت حدود ما در واقع 1 سال بعد از ازدواجمون اومدیم اینجا و اینجا زندگی میکنیم، اینجا ساکن هستیم. اوکی، یعنی حدود 13 سال در امریکا هستید. هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟ من داروساز هستم، همسرم هم آرشیتکته. بسیار خب، به من بفرمایید مشکلی که با دخترتون یا موضوعی که با دخترتون هست چه؟ بله، در واقع مشکلی نیست، فقط از کاری که میکنیم مطمئن نیستیم. من دخترم به صورت ناخواسته، یعنی با تصمیم قبلی ما نبوده، وارد یک ورزش حرفه‌ای شد و به خاص خودش، یعنی واقعا خواسته نبود و همینجور ادامه داد. نه، هرگز هیچ بچه‌ای دنبال همچه چیزی نیست. علاقه نشون میده، اشتیاق نشون میده، ولی ما هزار راه داریم برای اینو، چون بقیه میشنون. من پسرم میخواد بره بسکتبال بازی کنه، درست نیست که بازی در میارم ول میکنه میره، چون خود بچه ها که برنامه و هدف و اینا که ندارن. حالا وارد چه ورزشی شده؟ درسته، نه از این لحاظ گفتم آقای دکتر برنامه نداشتیم، چون الان که باهاتون صحبت میکنم در واقع ورزشش تبدیل شده به ورزش حرفه‌ای. منظورم اینه که خب خیلی پدر مادرها تصمیمشون از وقتی بچه دار میشه میگن ما نهایت سعیمون رو میکنیم که بچه‌م توی رشته ورزشی مثلا به المپیک برسه. سعیمون رو حتما اشتباه میکنن، حتما اشتباه میکنن. حتی تو توی صبر کنی. نه، من کاری به اون ندارم. این هم در جهت ورزش اشتباه میکنه، حتی از نظر درس هم اشتباه میکنه. در یه چنین صورتی یه بچه وامونده ای رو درست میکنن که فقط میخوان از توش یک عنصری در بیارن، همه زندگیشو نابود کنن، ولی دلشون خوش باشه یا در علم یا در کار یا در ورزش به جایی رسیده و از 100 تا آدمی که این مسیر رو طی میکنه 90 تاش نه خوشحال نه خوشبخت نه زندگی خوبی داره. اونو بذارید بکنار. نه، بیاد وارد بحثای دیگه نشید، چون موقع من مجبورم در روش نظر بدم. داستان دخترتون چی عزیز؟ یعنی داستان ورزشش و چه ورزشش و موضوع چی؟ بله، دختر من ژیمناستیک میکنه و از سن 3 سال و نیمگی من گذاشتمش توی جیمی که 1 روز در هفته به مدت 45 دقیقه فقط یک اکتیویتی داشته باشه و با بچه های دیگه در ارتباط باشه، با توجه به اینکه تک فرزند بود و میدونستیم تک فرزند میمونه. یک سال همونجوری 1 روز در هفته ادامه پیدا کرد تا اینکه 4 سال و نیمش که بود یه روز اومد خونه گفت مامان توی اون جایی که ما ورزش میکنیم گوشه یا اون جیم یه سری از دخترها یه کار دیگه میکنن، من اونو دوست دارم. خیلی جدیش نگرفتیم. بعد از 2-3 ماه همون وقتی 4 سال و نیمه یه سری حرکاتی انجام میداد تو خونه که خب معلوم بود یه چیزی متفاوته، رفتی به ژیمناستیکی که میکنه نداره. تا اینکه من رفتم با کوچش صحبت کردم و کوچش گفتش که آره ما یه تیم خیلی کوچیکی داریم به اسم ریتمیک ژیمناستیک، یه چیز متفاوتی از ژیمناستیک، در واقع چیزی بین دنس و ژیمناستیکه که مخصوص دختراست که بیشتر مال کشور روسیه است. اگر میخوایم بذاریم، چون ورزش خیلی سختیه، معمولا بچه ها چون رقص داره جذب میشن، مانعش نشیم، ولی معمولا نمیمونن بچه ها توش چون ورزش سختیه. همون یه روز در هفته شروع کردیم، یعنی گذاشتمش و با علاقه خیلی زیاد که معمولا آدم از یه بچه 4 سال و نیمه انتظار نداره، میرفت کلاس و همینجوری علتی که گفتم برنامه ای نداشتیم، همینجوری گام به گام قدم به قدم این مراحل رو طی کرد تا الان که باهاتون صحبت میکنم. 2 روز پیش مثلا از طرف
کل کالیفرنیا مثلا فرستاده شده بود یه مسابقه ای که نفر دوم شد، یعنی الان رسیده به این جایگاه. ولی اون لذتی که ما باید ببریم و نمیبریم خودش خیلی لذت میبره، اصلا تحت فشار نیست، ولی ما مطمئن نیستیم که کاری که داره میکنه و مسیری که داره. آخه این که تحت فشار نباشه که مطلقاً معنا نداره عزیز. یعنی مگر شما من بگید من یه دختری این مادری که الان کوشش کنه همه چیزو متفاوت جلوه بده متفاوت، برای چطور ممکن آدم درگیر یه کاری بشه که توش ممکنه خطا و اشتباه باشه، یه کار رقابتی باشه، برنده نباشه، بازنده باشه، یا اونگونه که مربی میخواد یا دیگران میکنن عمل نکنه و استراب و استرس اونم تو این سن و سال نداشته باشه عزیز. یعنی این موضوع رو اعتراضی بهتون ندارم. بعدا ببینید اگر به من بگید اشتباه اول چه، چون باز عرض کردم چرا میگم بچه که تک فرزنده و همطوری خودتون اشاره کردید نمیخواید بچه دیگه داشته باشید، قرار بره تو ورزش‌های جمعی، برای چی بره جیمناستیک؟ برای چی بره تنیس؟ ورزششون آره، ریتم جیمناستیک ورزش نصف ورزش دست جمعی هم دارن، یعنی اون پرفورمنسی که باید انجام بدن نصفش یه گروه 8 نفرن که باید با هماهنگی هم یه پرفورمنس رو اجرا کنن. برای همین در واقع از 4 ساعتی که مثلا در روز تمرین دارن 2 ساعتش دست جمعی. من دیگه حالا دیگه مجبورم چون من با این ورزش آشنام عزیز، این که به صورت جمعی انجامش دن مسئله تمامش توانایی فردیه که چه نقشی دارن. هیچ کدوم از اینا که ارتباطی به دیگران ندارن، بند بازی که نیست. حالا به هر حال شده، حالا میخواید ببینید کارش اینه. نظر شما رو راجع من نظر من خوشحال نیستم اصلا. من اگر فرزند من بود حسن رو این راه نمیذاشتم بره، هم قطع میدم داره به اون سمت میره میکشتمش کنار. ولی شما رو گوشید رفته از نوع برخوردتون با موضوع متوجه هستم که چرا چنین شده. اونم بذارید اصلا بحثش رو نکنیم. به نظر من شما فقط از این به بعد خیلی تشویق و تایید خانواده و فامیل و اینا رو اونگونه نداشته باشید که ماجرا یه ریشه ای هم از نظر خانواده و فامیل بگیره و او فکر کنه که مثلا عدم شرکتش یا عدم مثلا کوششش و تلاشش پدر رو ناراحت میکنه، مادر رو ناراحت میکنه، انتظارات اونا رو برآورده نمیکنه. یعنی اون بار رو بهش اضافه نکنید. البته معناش این نیست که بچه 8 سال و نیمه مسیرش انتخاب کرده و دیگه ما هیچ کاری. ابدا. شما هنوز میتونید گزینه های دیگری چه در جهت ورزش یا فعالیت های دیگه براش بذارید. ببینید عزیز، من اگر بخوام زندگی فرزندم رو دگرگون کنم میتونم، مثلا تو سنین پایین برنامه‌ای میچینم که تو اون مسیر نباشه، فرض بفرمایید. نه اینکه اصلا چی پیشنهادی دارم، شما اگر بگید ما تصمیم گرفتیم یا ما بریم ایران، موضوع ورزشش به همه چیز به همین سادگی. یعنی اصولا مسیر رو شکستید، یا بعدش اگر برنامه‌های دیگری بذارید یا در ورزش‌های دیگه شرکتش بدید و در اونجا مثلا با توجه به توانایی ها و مهارت هایی که تو این زمینه داره تو اون زمینه ها هم خوش بدرخشه و یه دفعه متوجه بشه که جنبه های دیگری هست. حتی میدونید پیشنهاد من همیشه این بوده که بچه ها رو تو یه دونه ورزش نگذارید، حتی نه تنها ورزش های موازی که باز یه اصولیش نزدیک همه، یه ورزش های کاملا متفاوتی بگذارید. علت چه مثل هر چیز دیگه است عزیز، مدتی در امریکا شما اگر میخواستید دکترای جامعه شناسی بگیرید بهتون میگفتن بیا برو یه لیسانس تو فیزیک، شیمی، بیولوژی هم بگیر. علتش این بود که میخواستن فقط دید شما یه دید عمومی اجتماعی و کلیگرا نباشه و با مسائل ظریف و دقیق طبیعت آشنا بشید تا بتونید این ترکیب واقعیت جهان رو بیشتر حس و احساس کنید. بنابراین به نظر من خودتون رو از اینکه به این مسیر افتاده نه ای با ایرادی نداره، برم نشون دهنده یه توانایی ها و مهارت ها و یه مقدار جهت و هدفی است که اگر به صورت افراد در نیاد، اگر به صورت وسواس در نیاد، اگر به صورت نوعی عادت و اعتیاد در نیاد جای نگرانی نداره. ولی من میدونید شما نگاه کنید به مطالعاتی که بعد از مسابقات المپیکه اون سالها حتی یه درصد بالایی از قهرمانان المپیکی که موفق شدن بعد از مسابقات حال روانیشون به هم میخوره، نروس بکدام دارن، چون شما همینقدر که وارد مرحله رقابت میشید ابدا بدون استراب و استرس و ناچار به دلیل اینکه همیشه مقدار ظلم و بیعدالتی از نظر هر بازیگری
یا بازیکنی وجود داره وجودشو نگیره و اینا برای خودشون مسئله هستند. به همین جهت است که نسبتاً متوسط بودن و متعادل بودن هم بالانس و توازن رو حفظ میکنه، هم میزان اضطراب و استرس رو به حد اقل میرسونه. اینه که حالا که اینجا آمدید، برای که الان شما دیگه موجودی نباشید که او اگر فرض کنید نخواست بره یا نخواست تمرین کنه یا در یه زمینه موفقیت پیدا نکرد، نگران به نوعی سرخوردگی شما بشه و یا احساس بدی که شما میکنید. بنابراین درست مثل کسی که به هر حال یه راهی رو داره میره و فکر این عادیه، مثل کسی که رانندگی میکنه و نسبتاً مواظبه، در این هر 5 دقیقه تشویقش هم بکنی که چقدر خوب رانندگی میکنی، چقدر مواظب بودی، چقدر اینجا سرعت رو کم کردی، زیاد کردی، چه خوب شد از این ماشین سبقت گرفتی یا نگرفتی. یعنی یه کاری نکنیم که او رانندگیش رو مرتبط به ما هم بدونه، ولی غیر از اون نه عزیز. بعدم شما فرزند تک داری، بتونید یه مقدارم تو فعالیت‌های دیگر اجتماعی شرکتش بدید کمکه، ولی امیدوارم چون خود شما اشاره کردید که داروسازی خوندید و میدونید که درصد بالایی از دوستان داروساز و دوستانی که دندان پزشکند و اینها شاید بیش از 30% یه ذره زمینه استراب و وسواس یا حداقل شخصیت وسواسی مجبور رو داره. مرتبا منظما دقیقا فعالا دیتیل اورینتد هستن، اشتباه نمی کنن، به یه اصولی پایبند هستن، مرتبا منظما دقیقا تمیزن، پاکیزن. یعنی همه اینا یه مجموعه هایی است که جدا جدا و در حد خودش خوبه، ولی از یه حدی که میگذره مسئله است و همه چیز میدونید ماجرای اندازه است دیگه. اصلا علم چیزی جز اندازه و درصد نیست. اینه که شما کنارش باشید، بلکه این راه رو قرار نیست به همش بزنید. بی خودی هم درباره آینده و مثلا فرض کنید فیلم های مربوط به برندگان بزرگ و المپیک و جای دیگر هم مطرح نکنید که یه هدفهایی رو در ذهنش بکارید که حالا هر زمانی که در اون مسیر با موضوع و مسئله و مشکلی روبرو بشه مزیت بشه، آسیب بخوره. و ضمناً اگر تنوع زندگیش رو چه در جهت ورزش‌های دیگه، تجارت، موسیقی و حالا رقص هم که علاقه‌منده، خود اون میتونه یه شاخه جالبی باشه که برای خودش خوشبختانه به دلیل تنوعش و محدود بودن مرحله‌های اجراش او رو به سمت و سوی میبره که جایی برای نگرانی نیست. ضمناً هم اگر شبکه دوستان دختری داشته باشه که همه جز کسانی نباشن که تو این ورزش فعالن، درگیری ها و یا روابط دیگری داشته باشن، به تدریج میتونید تبدیلش به یه کسی بکنید که توجه و تأکیدش در زندگی فقط به یه موضوع نباشه. یعنی اون زمینه یک بعدی، اون چیزی که من اسمش رو توحش تخصص میگذارم، پیدا نکنه، برای که یه همچین عدم تعادل و تناسبی با کل جامعه به هر حال آسیب زننده است، انزوا میاره و با خودش هم گرفتاریه. بعدم تازه میدونید عزیز، یه زمانی هست که من قرار رکورد خودم رو بشکنم. من اگر رکورد خودم رو بشکنم هم خوشحالم، هم خوشبختم، هم موفقم. ولی اگر قرار بشه رکورد دیگران رو بشکنم، چون هرگز بدون استراب، بدون استرس، بدون نارضایتی از بقیه زندگی و همون حدود زندگی چیز دیگری نیست، دیر یا زود احساس بدی میکنم و بنابراین به یه برنده تبدیل میشم. وینر و اینا آدم سکسسفول. ولی حالا به هر حال خوشبختانه در زمینه ورزشه و فدانم 8.5 سال میشه. مهم اینه که در مسیر رشد وقتی به مثلا 13 و 14 میرسه جهتهاشو چگونه مشخص میکنه. و گفتم اگر از ناحیه شما و عزیزان و اطرافیان مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینا یه نوعی مسئله رو به اونا مرتبط نکنه، خانواده رو به عنوان پشتیبان و یا زیر ساخت ذهنش قرار نده، محیط اطرافش او رو به یه تعادلی میکشونه، ولی دلیلی هم نداره که از مسیر موفقیت آمیزی هم که در یه زمینه هایی داشته یا داره دورش کنید، ولی خود اون هم درست نخواهد بود. برام خوشبختانه در مسیر که بدنش رو کمک میکنه. جا خود برای خودم متوجه نشدم، یعنی به عنوان پدر و مادر ما حق اینی که الان چون اینایی که فرمودین که خیلی
تشویقش حالا نکنین یا اگر باخت خیلی سرخورده نشه. ما تا حالاش هم اینجوری بودیم، یعنی اصلا خیلی اینوالو نبودیم، چون از اولش خیلی دنباله نبودیم که به صورت حرفه‌ای بشه این ورزش، و با وجود تمام اینها به اینجا رسیده، کما اینکه اصلا به زبون اومده که مثلا مامانای دیگه این کارا رو میکنن وقتی بچه ها میبرن، یا مثلا سه روز هفته کلاس خصوصی دارن مامان، مثلا شما چرا این کار نمیکنین، یا بچه های دیگه ای تو کلاسمون همه هوم اسکولینگ میکنن به خاطر اینکه این پرایورتی زندگیشونه، ولی برای ما چرا اینجوری نیست. یعنی ما با وجود اینها به این نقطه ای که الان هست رسیدیم. من سوال دیگم از شما اینه که من به عنوان مادرش حق اینو دارم که الان یه مقدار جلوش رو بگیرم؟ نه اون کار بعدا خودتون احساس خوبی نمی کنید و مسئله هم مطرح. نه همینقدر که گفتم شما تشویق و تاییدش نکنید. ببینید عزیز بذار من حالا که فرصتی پیدا شده و شاید بشه یه بحثی در چند زمینه مرتبط رو در این چارچوب خدمتون عرض کنم، بذارید اینا رو با هم روشن کنم. مورد اول این است که من و شما به انسان به عنوان انسان نگاه میکنیم که همه چیز جهت هدف معنی یا کالا و شیه. یعنی من ارزش پسرم به درآمدش یا به سوادش یا به هر امتیاز اجتماعی یا عمومی یا فردی که داره. متاسفانه ما در دنیایی هستیم که تقریبا در درازای تاریخ آدم ها کالا و شی بودند. حتی ماجرای بردگی و بندگی از اونجا میاد و ماجرای حتی ازدواج از اونجا میاد. یعنی تهش رو که نگاه میکنی نظر مردم شناسی و جامعه شناسی، ما به اینجا میرسیم که انسان ها نه برای هم دیگه، حتی فرزندان ما برای ما کالا و شی بودن، و بنابراین این کالا و شی باید به بهترین صورت ممکن ازش محافظت بشه و بعدا در بازار ارائه بشه و بیشترین امتیاز رو، جایزه رو یا پاداش رو یا افتخار رو بیاره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم مثلا اساس بسیاری از آنچه که فعالیت‌های ما بوده که با مسئله قدرت و ثروت همراه بوده و در دنیای اخیر با مسئله علمی که میتونه منشأ اون قدرت و ثروت باشه. بنابراین اولین خطری که در یه جامعه وجود داره و در یه جامعه مانند امریکا هست، ماجرای این است که انسان کالا و شیه. و باز نگاه کنید به مطالعات، وقتی این کالا و شی بسیار خوش بدرخشه بسیار آسیب پذیره. مطالعه که روی زنان زیبا شده متوجه شدن رنجی که اینا در زندگیشون از زیباییشون میبرن به مراتب بیشتر از رنجی است که افراد نازیبا، زنان نازیبا یا عادی در زندگی میبرند. حتی مطالعه روی ثروتمندان شده، رنجی که اینا از پولای اضافهشون میبرند بیشتر از رنجی است که آدمای عادی از فقر میبرند. این مفهوم نشون دهنده این است که ما تبدیل میشیم به کالا و یه زمینه ابزاری پیدا میکنیم. یعنی موضوع چرا الان من صدها بار تو کار تراپی با پدر و مادرای روبرو شدم، باورم کنید که مادرانی به من میگفتن ما ترجیح میدادیم بچه رو نداشتیم یا مرده بود تا اینکه بره مثلا شوهر اون بشه یا زن اون بشه که اینه اینجوری اونجوری. یعنی شما ببینید مسئله انسان، مسئله جنبه ها و جلوه های مختلف انسانی مطرح نیست. مسئله اصلی و اساسی اینه که این یک کسیست باید باعث افتخار من باشه، سرفرازی من باشه، خوشحالی من باشه، هرچه هست. و این همون جاییست که سبب میشه تا بتونیم همه عیب و ایرادای خودمون رو یا خانوادمون رو پنهان کنیم و یه چیز دیگه نشون بدیم و همیشه کسی باشیم غیر از اونی که هستیم و یه تلاشی در این زمینه. این رو داشته باشید عزیز. یعنی ماجرای کالا و ماجرای انسان مسئله است. دوم، آیا دیگران، حتی از جمله خود من وسیله‌ام یا هدفم؟ حتی اینو تو مغز ما میکنن که تو یه موجودی هستی در خدمت خدا، در خدمت وطن، در خدمت حالا جوامعی که هنوز عقب ماندن، پدر و مادر، و در نتیجه من وسیله هستم برای خوشحالی و خوشبختی شما، شما برای من وسیله هستی برای خوشبختی. یعنی هدف نیستید. من فرزندم یا همسرم هدف نیست، وسیله است. وسیله است برای خوشحالی من، خوشبختی من، افتخار من، سرفرازی من، امنیت من، هرچی
و ببینید اشکار کار دوم در این نظام ها این است که مسئله انسان تبدیل میشه به وسیله. حتی یه نمیرن زن میگیرن، حالا این راحت تر میتونم بگم چرا زن میگیرن، زن زیبا میگیرن، حتی ای بس و حتی به اون موقع کشش جنسی هم نرم، من بارها باش رو بروشم، از کسای دیگهی به دلیل نوع بدنی که دارن یا حالاتی که دارن یا رفتاری که دارن لذت بیشتری میبرن، اما این انتخاب میکنن برای که از در بقیه این زن پذیرفته شد، خانواده خوبی است، خودش تحصیل کرده است، از زیبایی برخورداره، از یه متانتی، از یه سابقه خوبی، در حالی که اینا اون چیزی نیست که این آدم رو خوشحال و خوشبخت کنه. یعنی میخوام باز تأکیدم رو ببرم چون میخوام یه نتیجه ازش بگیرم که ما در اینجا از یه طرف انسان نیستیم، کالا و شییم، اینی که در بازار معامله میکنن، اینی که سران کشورها میشنن مقایسه میکنن، 1000 تا رو الان بکشیم بهتر است که 4000 تا رو بعدن بکشیم، 500 تا رو اگر از اینا از بین ببریم خیلی بهتره که بعدن مجبور بشیم 7000 تا رو از اونها از بین ببریم گرچه هر دو دشمنن. یعنی در محاسبات سیاسیشون کاملا میبینید دارن از این حرفا میزنن آشکار، حتی به ما میگن و ما باورمون نمیشه. الان ماجرای فرض کنین اوکراین یا روسیه یا کشورهای دیگه اصلا نشون دهنده ای همچی فاجعه است که در سراسر جهان غالب شده، برای که انسان از انسان بودن در اومده، نه اینکه قبلا بوده، قبلا از این بدتر بوده، و دوم کالا و شیش. همینجاست که شما دخترتون اومده به شما چی میگه؟ یک دختر 8 سال و نیمه آمده به مادر و پدر تحصیل کردش میگه، خانواده های دیگه در یه چنین شرایطی بچهش رو میزنن هوم اسکولینگ، یعنی میگن به درک همه چیز، نه انسانیت تو، نه روابط اجتماعی تو، نه خانواده تو، نه آینده تو، نه زندگی تو، ما میخوایم تو یه قهرمانی باشی که ما بیایم تو مسابقات المپیک، ما رو به عنوان پدر و مادری که یه چنین فرزندی زاده و به این دنیا آورده بالا ببرند و سر دست نگه دارن. هوم اسکولینگ یعنی بچه زندگی نکنه، شور نداشته باشه، شوق نداشته باشه، هیجان نداشته باشه، بازی نداشته باشه، از زندگیش لذت نبره، بره اونجا درس بخونه روزی 4 ساعت یه درس فشرده‌ای به واسطه یه آدم متخصص، بعدم روزی 12 ساعت بره تمرین کنه برای که میخواد قهرمان فلان یا بهمان بشه. یعنی واقعا غیر از این است که من اومدم فرزندم رو تبدیل به یه ابزار، به یه کالا کردم برای فروش در بازار، یه جواهری است که صیقلش بدم که به جای 1000 دلار 100000 دلار بخرنش. دختر بچه 8 سال و نیمه میگه من رو بذارید هوم اسکولینگ، یعنی اونجا شما ضربه رو به من زدید. این ناشی از دختر شما نیست، دختر شما اصلا نمیدونه موضوع هوم اسکولینگ چیه، دختر شما شنیده که اگر یه کسی یه چنین ظرفیت و توانی داشته باشه پدر و مادر وظیفه‌شون اینه که از این موضوع استفاده کنن، این سهامی رو بخرن که قیمتش 1000 برابر میشه، چرا برن سهامی بخرن که بعد از 5 سال 2 برابر میشه، و بنابراین به این سمت و سو آمده. یعنی نشان دهنده تنزل انسان به عنوان یه وسیله ابزاری، به عنوان وسیله و در عین حال کالا برای موفقیت های دیگر است، یعنی اون زمینه ها و جلوه های دیگرش رو نشون نمیدن. من رو خط رادیو شنوندگان و بینندگان شاهد بودم با 40000 نفر حرف زدم، اقلن 4000 نفر تحصیل کرده هایی بودن که داشتن رنج میکشیدن. من خودم تو کار تراپی با اقلن 10000 فرد غیر از 15000 تا کاپل که میشن 25000 تا کار کردم، حتما 2000 تاشون رو دیدم که با وجودی که مدارک عالی دانشگاهی داشتن با دست به کارهایی میزنن برای که زندگی خالی بدی رو داشتن. از یکی از 5 دانشگاه معتبر امریکا دکترا داشت، استاد یکی از معتبرترین دانشگاه ها در امریکا بود جز مثلا 50 تای اول استاد، در این حال به خاطر آسیبی که در کودکی به خاطر رفتار مادرش داشت باید میرفت توی کمپس یه دانشگاه دیگری در یه شهری برای 5 ثانیه 3 ثانیه شلوار خودش رو پایین میکشید، آلت تناسلش رو به معمولا 2 تا دختر نشون میداد و فرار میکرد، و به خاطر اون زندان شده بود و به خاطر او از کشور گریخت. علتش این هست که در اینجا پدر و مادر او با توجه به آشنایی و شناختی که من با کل زندگیش داشتم و درگیر حتی کارهای دادگاهیش بودم، او رو به عنوان کالا آورده بودن، بچه فوق العاده باهوش با یه بهره هوشی ای بسا 170-180، بالاترین نمرات رو در ایران، بالاترین نمرات رو در بهترین دانشگاه امریکا، مقالات و پیپرها و کاغذاش فوق العاده، ولی خالی خالی عزیز. یعنی مسئله اصلی
ما موجودی نیمدیم تو این دنیا کتاب رو تو مغز اون برسیم دانشمند بشیم. ما نیمدیم تو این دنیا همه زندگی رها کنیم به خود خدا بچسبیم، اصلا اینجا رو برای خودمون جهنم کنیم به امید بهشت آینده. بنابراین اینا از یه حدی که میگذره مثل یه نمکیست در یه غذا، نه تنها خوشمزه نیست، شور و بده. من اصلا نمیخوام یه بچه فقط درس بخونه، من اصلا نمیخوام یه بچه فقط ورزش کنه، من اصلا نمیخوام یه بچه تو کار موسیقی باشه، من اصلا نمیخوام بچه روزی یا هفته ای حداقل 4-5 سال هیچ کاری نداشته باشه، بکنه بل بگرده و وقتشو هدر بده. این داستان این که وقت از دست میره، وقت تلاست، اینا حرفای خطرناک ویرانگری است که درست کردن برای بردگی ما، بندگی ما، نوکری ما. برای اینکه من و شمایی رو که در گذشته به زور شلاق وادار به کار میکردن، حالا خودمون با شلاقی که خودمون به خودمون میزنیم صبح بلند شیم ساعت 6 دنبال کارا بدویم تا آخر شب قش کنیم و فکر کنیم اسم این زندگی است و تازه در خدمت دیگران. من موردی رو فقط به قول شما دقیقاً عزیز، من مجبورم بگم پسر من از کلمبیا لارو گرفته و در یه مؤسسه در لس آنجلس کار میکرد. وقتی که کار میکرد ساعتی تا 1250 دلار چارج میکردن برای کار این. تازه دو ساعت کار کرده مثلا ممکن بود بریم 3 ساعت. خب ولی شما وقتی نگاه میکردید تازه بهترین حقوق در آغاز بهش دادن مثلا 200,000 دلار در سال، میشد ساعتی 2000 ساعت دیگه در سال، 40 تا 50 تا ساعتی 100 دلار. 100 دلار به پرهام میدادن، چارج میکردن 1200 دلار. کی اینجا برده است؟ اون آدمایی که 1200 دلار میدن یا پسر من؟ رفته همه درساشو خونده، کاراشو کرده، حالا آمده یه بسیار خوشحال مفتخر. اصلا کی میاد در روز اول استخدامش 200,000 دلار رو بهش حقوق بدن؟ داده بودند. ولی میخوام به شما بگم ما رو درگیر یه نوع مسابقه و رقابت و حسادتی کردن که نه اینکه کسی خاصی این کار کرده، سیستم به گونه‌ای درست شده، چه نظام مارکسیستی با تمام وجودش چنین میکنه. نمونه وحشتناکش هم دنباله ایست که همین آقای پوتین داره، و چه نظام کپیتالیستی امریکا و انگلستان یا فرانسه یا کشورهای دیگه که حالا تازه یه جایی مثل فرانسه داره میره به سمت یه راستگرایی عجیب و غریب، به خاطر اینکه همه خسته شدن از این بازی. نمیخوام بگم اون انتخاب درست و خوبیه، بسیارم بده، ولی از یه افراد به یه تفریط رفتنه. اینی که مسئله اصلی و اساسی تعادل و توازن. عزیز من وقتی نمیخواستم بچه‌هام شنبه شنبه درس بخونن، وقتی 3 دفعه به خاطر پسر کوچک من همین دکتر فرید هلاکویی من با معلمش در افتادم، برای چی اینقدر به این بچه هم ورک میدید؟ من صبح ساعت 7:30 بیدارش میکنم، ساعت 8 تحویل شما میدم، 3 بعد از ظهر میفته فیلش کنید. هوم ورک چیه؟ میخواهید برید برای یه ارتباط خاص بین مدرسه و خانه نیم ساعت؟ حالا بسیار از پدر مادر تمام گله و شکایتشون اینه که بچه‌ها توی ورزشگاه بیکار میچرخن. خب بچرخن، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نمیدیم تو این دنیا مشق بنویسیم. یعنی یه دنیایی رو باید ساخت که توش اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت برای همگان باشه. برای این یه حداقلی همه باید کار کنن، برای این باید زحمت کشید، برای که تولید می‌خوایم، کالا می‌خوایم، ماشین می‌خوایم، هواپیما می‌خوایم، یخچال می‌خوایم، نون می‌خوایم، آب می‌خوایم. درست، ولی نداره این حد که من فرزندم رو فدا کنم که او فقط بره نمایش بده و اون دائما در یه استراب و استرس و زیر فشاری باشه برای اینکه ما بخوایم براش دست بزنم. من همیشه عرض کردم روزی که انتظار داریم مردم برامون دست بزنن، زیر وسط این دست ها له میشیم، له میشیم. من رو خط کلاس می نویسم مردم و میگن تا نگی مردم ما رو راه نمی کنه. بنابراین وقتی یه دختر 8.5 میگه انتظار من از پدر مادرم اینه که همه زندگی من رو به نوعی تنظیم کنند و تعدیل کنند و تعطیل کنند، منو بذارن تو این کار بدرخشم که نه تنها قهرمان شهر لس آنجلس یا ایالت کالیفرنیا امریکا، بلکه جهان بشم. به همین جهت است که موضوع اصلی من در ایران اون زمانی که دانشگاه بودم، حرف 48-9 سال قبله، بلکه از سال مثلا 73 است، حرف من این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. اون حرف ها رو 49 سال قبل میزدم، شعارهای من این بود، بهترین بدبختی است. و متاسفانه بسیاری از پدر و مادرها، اونم در یه جامعه مانند ایران، به دلیل ویژگی های خاصی که ما طی سالها مثلا طبقه متوسط هیچ راهی برای رشد نداشته جز از طریق تحصیل، افتادیم دنبال علم و بنابراین اینگونه در این زمینه حرکت کردیم. ولی بقیه زمینه‌های زندگی دیگه چی؟
آیا با وجود اون همه رشد و توانایی و مهارتی که دانشجویان ما در صحنه بین المللی از نظر علمی آفریدن، آیا در زمینه‌های روانیشون، اجتماعیشون، خانوادگیشون، امنیتشون، آرامششون، سلامتیشون، خوشبختیشون، ازدواجشون، خانوادهشون، بچهشون دارن؟ نه، برای که باز در اونجا هم در یه مسیر خوب که به خودی خودش خوبه راه افتادیم، ولی بقیه جنبه ها و جلوه های زندگی خراب شده است. به همچنین که یه همونطور که شما تو غذا نمیتونید یه غذا بخورید، نمیتونید فقط یه ویتامین بخورید، شما نمیتونید دستاتون چهار برابر بشه. فایدهش چیه؟ اصلا شما فکر کنید یه آدمی دستش دو برابر عادی باشه، خب یه ناقص الخلقه، متاسفم میگم زشت عجیب و غریبیه. یه توازن میخوایم، یه تعادل میخوایم. من یه بچه‌ای رو انتظار دارم، در مورد همین پسر بزرگ من هی نامه اومد که این بچه از نظر هوشش توانایی چنین. من پیشم رفتم پرو مدیرش، مدیرش یه دکتر ادویکیشن هم بود، خانم دکتری بود. برگشت یه جوری گفت که تو میفهمی پرهام مثلا یه توانایی هایی داره؟ گفتم بله. گفت تو آخه تو چیکاره ای؟ بعد مجبورشم بهش بگم چیکارم. بعد یه ذره کوتاه اومد با یه حال عادی هم رفته بودم، یه لباس عادی و معمولی، گفت آخه تو چیکاره ای که نمیذاری ما این رو این گونه یا اون گونه باش رفتار کنیم؟ گفتم ببینید، من یه پسری میخوام که پسر خوبی باشه، برادر خوبی باشه، دوست خوبی باشه، شهروند خوبی باشه، شوهر خوبی باشه، پدر خوبی باشه، انسان خوبی باشه. شما میخواید برای من دانشمند درست کنید؟ من هیچ علاقه‌ای به دانشمند ندارم، ابدا نمیخوام، هیچ. من دنبال این فکر رو در ذهن من نیارید. من یه موجود متعادلی رو میخوام. مسئله اصلی و اساسی انسان اون تعادل و توازن و بالانسشه تو همه زمینه‌های طبیعت و زندگی. بنابراین علت این که خواستم باهاتون صحبت کنم، خواستم دیدگاه من رو، اصلا نمیگم درسته، حتما نمیتونید باش مخالف باشید، ولی به عنوان یک کسی که کمی کمی هم با مسائل روانی اجتماعی آشناست، هم یه مقداری به دلیل یک نگاهی که به تاریخ و جامعه کرده و هم به خاطر اون همه دوستی که لطف کردن رو خط رادیو تلویزیون اومدن یا کسانی که من مراجعه کردن، به اینجا رسیدم که موضوع اصلی و اساسی توازن و تعادلی است که من تو زندگیم داشته باشم، تا اینکه در یه زمینه خوب خوب و در یه زمینه‌های دیگه خوب نباشم یا اصلا نباشم، و در نتیجه همطور که عرض کردم تبدیل بشم به یه آدمی که هر دو تا دست من دو مترن ولی بقیه بدن من همون اندازه‌ای هستن که بقیه آدما هستن. و یه درسته که خیلی مزایا و امتیاز داره، حتی اینو تو ورزش‌ها شما می‌دونید یه دی دارن، علت قدشون یا فرض کنید توانایی‌هاشون میشه در حقیقت در یه تیم بسکتبال به دلیل قدرتشون ایستاده باشن و میلیون‌ها دلار هم بگیرن. میفهمم در یه بازی رقابتی، ولی آمارا مطالعات نشون میده که اون کسی که زندگی عادی و معمولی داره و متوسط حرکت میکنه در مجموع خوشحالتر، امتر، آرامتر، راحتتر، راضیتره تا یه آدم هایی که بخوان در جایگاه و مقامات بالا باشن و این همه گونه و همه جا شما میتونید حسو احساس کنید. اینی که شما دنبالش رو نگیرید، شما حلش ندید، شما حتی در معرض اون دوستان قرارش ندید که بیاد از هوم اسکولینگ و مادرهای دیگه چنین میکنند و پدرهای دیگه چنان میکنند دخترتون بگه، برای که تو اون مسیر اگر بیفته گرفتاریست. و بعد هم گرفتار کوچش نکنید، چون کوچش باعث افتخارش ای بسا زندگیش این رو اون رو میشه اگه بتونه دختر شما رو به جایی که میخواد برسونه، برای که اولا او اصلا به این دلیل به این کار آمده، به این امیده که از وسط هزار تا بچه یکی این چنین بدرخشه و بتونه باش پیش بره. ولی گفتم نگاهی که میکنه به دختر شما کالاست و بعد وسیله است، نه هدف نه انسانی. اونجا گرفتاری منه، اونجاست که ما اگر خودمون رو دست مسئولین آموزش و پرورش و مربی ها و معلمین هنر و موسیقی و سیاست مداران قرار بدیم، از ما میخوان بهترین رو بسازن، نه به خاطر خودمون بلکه به خاطر خودشون. ممنون از راهنماییتون مثل همیشه آقای دکتر. بسیار شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو سلام، خوب هستید؟ متشکرم، بفرمایید. میتونم باهاتون صحبت کنم؟ منم همینطور. من میخواستم راجع به پدرم صحبت کنم. اول از خودم یه توضیح کوچیکی بدم. من وقتی که یک سال، من تو ایران زندگی میکردم، الان ترکیه ام، وقتی که یک سالم بود پدر مادرم از هم جدا شدن و اینکه
من تا 10 سالگی پیش مادر بزرگ و پدر بزرگم زندگی میکردم، خونه مامان و بابای پدرم. یعنی بعد پدرم وقتی که من 1 سالم بود رفت زندان، الان حدود 11 ماهه که اومده بیرون. شما الان چند سالتونه؟ من 20 سالم. یعنی پدرم 19 سال زندان بود. دلیل زندانی بودن محکومیتشون چی بود؟ دزدی کرده بود، از اینجور چیزا دیگه. پرونداش خیلی سنگین بود. و شما تنها فرزند و شما تنها فرزندشون هستی؟ بله. خب بعد مادرم تو همون تایمی که پدرم رفت زندان طلاق گرفت، یعنی من 1 سالم بود. بعد مادرم با یه آقای ترکی آشنا شدن تو ایران، اومدن ترکیه و ازدواج کردن و اینا. منم تو اون تایم پدرم اجازه نمیداد که بیام پیش مادرم زندگی کنم، واسه همین مجبور شدم که پیش مام بزرگ با بزرگم زندگی کنم تا سن 10-11 سالگی، که بعد اون پدرم دیگه با اینکه هنوز تو زندان بود ولی اجازه داد که من دیگه بیام پیش مادرم و اینا. من اومدم اینجا الان حدود 11 ماهه که اومده بیرون. با اصرار فراوون من مامانم یه مبلغی جور کرد، چون باید پول میدادیم که بیاد بیرون، و تونست که بیاد بالاخره. ولی از لحاظ روحی اصلا حالش خوب نیست، یعنی معتادم هستش، حالا تو زندان مصرف میکرده، نمیدونم. خیلی اذیت شدم تا اینکه رفتم ایران دیدمش اون موقع که اومده بود بیرون. و همیشه خانواده پدرم اینجوری بودن که من، خب مامان بابامو خیلی دوست داشتم چون بچگی پیشمون بزرگ شده بودم، همیشه یه ذهنیتی به من میدادن که مثلا همش تقصیر مامانت بوده که بابات نتونسته بیاد بیرون و اینا. یعنی هیچ موقع اینجوری نبود که بگن ما دوست نداریم که بیاد بیرون، چون اون مبلغی هم که مامانم پرداخت کرد اومد بیرون اصلا مبلغ زیادی نبود. یعنی این آقا خیلی زودتر از اینا میتونست بیاد بیرون، ولی خب بالاخره به هر شرایطی نتونست بیاد. بعد از این اتفاقا که افتاد، من خب واسه اولین بار که رفتم ببینمش اومده بود بیرون، آخرین بار فکر کنم که قبل اینکه بیام ترکیه رفته بودم ملاقاتیش دیدمش. بعد اون اصلا نمیومد، یعنی من تابستون رو میرفتم ایران یه سر میرفتم که حالا ببینمش و اینا، ملاقاتی اصلا نمیومد. یعنی حتی مامانش هم نمیومد ببینه، مثلا مامانش میرفت ملاقاتی که اونم خیلی کم میرفت. رفتم دیدمش، واقعا شرایطش خیلی بده، یعنی خب خیلی سختی کشته، 19 سال کم نیست. بعد معتادم هستش، مثلا به دیوار نگاه میکرد، هی حرف میزد، نمیدونم هی با خودش صحبت میکرد، خیلی واقعا شرطش بده. بعد اصلا پدر من موقعی که رفت زندان واقعا از لحاظ هیکلی و اینا خیلی خوب بود، الان که اومده بیرون انقدر لاغر شده، اصلا قیافش هم حتی تغییر کرده، انگار اصلا شبیه اون آدم قبلی نیستش. با این حال من خیلی دوستش داشتم، تا اینکه مجبور شدیم سر اینکه اعتیاد داشت ببریمش، بذاریمش کمپ تو تهران. یه 2 ماه رفت کمپ، هزینه کردیم، بعد اومد بیرون. حالش خوب بود، همه چی رو یادش میاد، یعنی مثلا خیلی چیزا رو یادش میاد از گذشته، حتی جزئیات. ولی یوهو مثلا با خودش حرف میزنه، یوهو اصلا مودش تغییر میکنه. یه مدت خوب بود، دوباره رفت شروع کرد هروئین کشیدن و نمیدونم شیشه کشیدن. و اصلا من تعجب میکردم، من هر چقدر اصرار میکردم میگفتم تو رو خدا مثلا 2 ماهه که تو این کارو نکردی، من این همه اینجا ایران منتظرت وایسادم بیای مثلا دوباره ببینمت، بعد الان دوباره شروع کردی. ولی اصلا گوش نمیده. الانم میشنوید صدامو؟ من شما رو میشنوم. همجوری ما تو مبهوت موندم که اگر پدر شما رو 5 تا متخصص 24 ساعت هم کنارش باشن نمیتونن ترکش بدن یا جداش کنن از این وضعیت، و شما رفتید اونجا قرار ایشون گوش به حرف شما بده و شما فکر کنید میتونید کاری براش بکنید؟ نه، من اصلا این فکر رو نمی کنم.
یعنی خب من اونجا که بودم تلاش خودم رو کردم، ولی خب به قول شما اصلا هیچ حرف اصلا گوش نمیده. من اصلا کی باشم که بخواد حرف منو گوش بده؟ بعد هی مثلا مام بزرگم خیلی پیره، خب سنش بالاه، خب منم درکش میکنم. الان اون موقعی که پدرم اومد بیرون پیش مام بزرگم بود، بعد هی مام بزرگم منم نشسته بودم. اینم بگم کوچیکترین عمم الان 50 سالشه که اونم پیش مام بزرگم زندگی میکنه، چون دوبار طلاق گرفته، الان یه چند ساله هستش که پیش مام بزرگم. پدر منم که اومد دیگه مجبور شده همونجا بمونه. بعد مام بزرگم من نشسته بودم هی تو روی من هی میگفت کاش اصلا تو زندان میمرد و نمیدونم اصلا چرا آوردینش بیرون و اینا، ولی قبلا اصلا اینجوری نبود. یعنی هی میگفت من همه تلاشامو کردم که بیارمش بیرون و اینا. بعد خب تو روحیه من خیلی تاثیر گذاشت. من اون چند وقتی هم که مونده بودم اونجا واقعا داشتم دیوونه میشدم. یعنی حالا پدرم به کنار، اصلا مام بزرگ عمم رو نمیتونستم تحمل کنم سر حرفایی که همش میزدن. من میگفتم خب شما هم باید این آدم رو درک کنید، واقعا خیلی سختی کشیده، من دارم سعی میکنم درکش کنم، ولی شما همه شی دارید بدتر رو زخم. نه آخه ممکنه آخه عزیزم صبر کن، میدونم دختر فوق العاده خوب و مهربونی هستی، درکش میشه کرد. مثلا یه کسی 5 نفر زده کشته، علتش هم این است که بیمار روانیه، پدرش هم بیمار بوده، مادرش هم معتاد بوده، ولی با درکش که ما نمیتونیم براش کاری بکنیم یا درست نمیشه. تو درک بکنی پدرت، تو میخوای چیکار کنی براش بعد از درک؟ بله میفهمم. بعد دیگه من که مجبور شدم که واسه امتحان دانشگاه برگردم، چون میخواستم وارد دانشگاه بشم، بعد امتحان میدادم اینجا. یعنی من 1 ماه موندم. حالا پدرم بعد از اینکه اومد بیرون از ترک اعتیاد، کمپ ترک اعتیاد برده بودیمش 2 ماه، بهتون گفتم، اومد بیرون دوباره شروع کرد و اصلا حرف گوش نمیداد. منم موندم دیدم اصلا به هیچ نتیجه ای نمیرسم و منم بالاخره باید بیام اینجا درسم و ادامه بدم برم دانشگاه، چون مامانم هم روی این قضیه خیلی حرص داشته. من مجبور شدم که 1 ماه پیش پدرم بمونم بعد برگشتم، یعنی در کل 3 ماه ایران بودم. بعد که برگشتم یه خبری به گوشم رسید، حالا یکی از عمه هم با من خیلی اوکیه، اون همه چی به من میگه. برگشت گفت آره از خونه انداختنش بیرون خیلی اذیت میکنه. من واقعا از این حرفا اذیت می شدم، بعد خطم رو عوض کردم، یعنی اصلا دیگه هیچی نمیخواستم راجبش بشنوم. از یه طرف هم همه شبا خواب می بینم، هی خوابش رو می بینم. اون تایمی هم که ایران بودم، نمیدونم میتونم اینا رو بگم یا نه، ولی خب میگم. اون تایمی که ایران بودم پدرم یه سری حالش خیلی بد بود، بعد چاقو گذاشت زیر گلوی من، گفتش آره بعد نمیدونم الان لخت بشی و فلان. بعد یه چند ساعت که گذاشت گفت باید شوخی کردم، میخواستم ببینم واقعا این کارو میکنی، اصلا حالت عادی نداره. و من الان همه به هم میگن، مامانم مخصوصا میگه ولش کن، ما الان تلاشمونو کردیم اومد بیرون، الان تو نمیتونی همش به اون فکر کنی، درستو گذاشتی کنار. یعنی همش من دارم به این قضیه ها فکر میکنم و اصلا حالم خوب میشه و نمیتونم بخوابم، نمیدونم باید چی کار کنم. آخه عزیز من، تو اصلا من نمیفهمم تو رو، متوجه هستم، یه دفعه دیگه میگم دختر دل رحمی هستی، ولی میدونی من به تو چی گفتم عزیز؟ من به تو گفتم یه کمی من سردمه و البته نه خیلی، حالا یه کمی سردمه، میشه ما بنزین بریزیم روی تو، آتیشت بزنیم، تو وقتی بسوزی من یه ذره گرم بشم؟ و تو گفتی خب باشه اگر من بسوزم تو گرم میشی، خب بنزین بریزید من آتیش بزنید. دقیقا کاری که تو داری میکنی اینه. تو هیچ کاری به اون پدره بیمار معتاد گرفتارت که دیر یا زود باز راهی زندان خواهد شد به خاطر کارهای دیگرش نداری، هیچ متخصصی در یه چنین شرایطی که تو میگی هیچ کاری برای پدرت نمی کنه. 2-3 دفعه گفتی گوش به حرف نمیده، اصلا پدرتو گوش نداره، پدرتو اصلا کسی رو نمیشنوه، اصلا حرف براش هیچ معنایی نداره.
تو یه جوری نگاه میکنی انگار چون یه الگوی ذهنی پدر داری که این پدر میشه باش حرف زد، جواب تو میده، مثلا یک مواظبت ها و مراقبت هایی میکنه. اصلا همچی چیزی نیست عزیز. تو با یه بیمار کامل روانی 19 سال تو زندان تو اون شرایط بوده، الان حتی اون کار رو با تو کرده که نمونه برجسته اینه که یه موجودی است که در هر آن میتونه دست به هر کار خطرناک ویرانگری بزنه. تعجب نکن. به من میگی تو ترجیح چیه؟ ترجیح همین است که یه جرم کوچکی مرتکب بشه به زندان، هم دیگه اعتیاد نخواهد داشت، هم کسی رو آزار نمیده. و تو نشستی اونجا زندگی تو به هم ریختی، رو خودت بنزین ریختی، خودت آتیش بزنی که منو گرم کنی؟ اصلا راه ها کن، تلفن تو عوض کن، آدرستون رو عوض کنید. ابدا با اون خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو حرف نزن. مادر بزرگ تو بوده، تو رو بزرگ کرده، دوستش داری، قبولش داری، بسیار خوب، ولی الان فقط دارن زندگی تو رو از به هم میریزن. هر دفعه دارن یه زنگی میزنن، یه کاری میکنن، یه انگشت تو قطع میکنن، یه تیکه بدنتو میکنن. چی کار داری عزیزم؟ من اگر بله، پدر بله، من بود، صبر کن، من اگر پدرم بود اصلا نمیخواستم بدونم کجا هست کجا نیست. تموم شده این بازی. اصلا من باورم من نمیشه. از بچگی همش آرزوم این بود که خب بی خب معلومه بیرون. بعد خب معلومه، برای که تو عزیزم تو آرزوی یک پدری داری که در ذهنته که این همچی آدمی نداری. پدر تو یه موجود بیمار معتاد گرفتاریست که فقط خراب میکنه، ویران میکنه، نابود میکنه. حتی سراغ تو هم به این گونه آمده. درسته که گفته شوخی، شوخی یعنی چی عزیز؟ در هر آنی میتونه سر اتفاقی بیفته. مثلا باور نمیکنم که از بچگی یه تصوری داشتید، مثل بسیاری از بچه‌ها فکر کنن اگر یه خواهر داشتن یا یه برادر داشتن، نوع خواهر و برادر ایدال داشتن، یا آدم‌ها شوهر داشتن یا زن داشتن. واقعیت دنیا که این نیست. علاوه واقعیت دنیا الان در خصوص پدر تو اینه که هیچ کاری هیچ کس براش نمیتونه بکنه. و تو میخوای چی کار کنی؟ تو میخوای باز خودتو آتیش بزنی؟ تو اگر مثال من یادت باشه، اصلا مثال من مثال نیست، مثله. تو میخوای خودتو آتیش بزنی اونو گرم کنی؟ اوکی بخور، چیکار کنم؟ یه دفعه میتونی آتیش بزنی، تموم میشی میری. بعد چی؟ اصلا چه اهمیت داری که او تنهاست، خالی، پول داره نداره، تو خیابون بیرون انداختنش چه فرقی میکنه؟ اون براش داخل خانه و بیرون خانه چه فرقی میکنه؟ اون وقتی به داخل خانه میاد چاقو میذاره گردن دخترش که لخشو، داخل خانه ما داریم، اینجا خانه است، اینجا یه محل امن و پناهگاه تو است. آخ چی داری میگی عزیز؟ از بچگیم تو ذهنم داشتم. داشتی که داشتی، توهم بوده، تصور بوده. بله منم میتونم تصور کنم که پدری دارم یا مادری دارم یا داشتم، ولی با واقعیت ها چه ارتباطی داره عزیز؟ تو الان میدونی چه خبره. کاملا اون رو بذار کنار. اصلا نمیخوام بدونی کجا هست کجا نیست. با هیچ عمه ای، نمیدونم مادر بزرگی، پدر بزرگی تماس نگیر. هیچ طور نمیشه. هیچ کس به خاطر اینکه از تو خبری ندارن عیب و ایرادی پیدا نمیکنه. اونایی بسا یک ماه یه دفعه هم یادشون به تو نمیفته مگر اینکه بخوام تو یه کاری براشون بکنی. فراموشش کن عزیز، فراموش. بله. کاملا پدر مرده، تموم شده، رفته. مشکل هم اینه که همه شب خواب میبینم، بعد همه شب خودم رو مقصر میدونم که من مثلا خیلی اصرار کردم که حالا مامانم این هزینه رو داد اومد بیرون. خیلی خوب حالا کردی عزیز من. ببین لطفا دقت کن، تو آمدی امریکا به من برگشتی گفتی شما به من خیلی کمک کردید، من میخوام پسرای تو رو ببرم نهار. پسرای من هم با تو اومدن نهار، تو راه تصادف کردن، تو پاشون شکسته. تو مقصری؟ تو که نبردی پاشون رو بشکنی؟ تو که پدرت از زندان در نیوردی برای کسی مثل چی کار داری میکنی؟ از اول هم اگر به من زنگ میزدی گفتم فراموشش کن، ولی تو کاری نکردی. تو نیتت خوب بوده، هدفت خوب بوده، آنچه که تو ذهنت بوده درست بوده، خراب در اومده. اونو به تو مربوط نیست که من گفتم. تو احتمالاً مقصر جنگ ایران روسیه و اوکراین هم توی دیگه. دست بردار عزیز، تو نه تقصیری داری نه گناهی داری، یه قربانی هستی، یه موجودی هستی که دو تا آدم ابله، دو تا آدم خودخواه، دو تا آدم بیمار زدن تو رو در و داغون کردن و تو به اینجا رسیدی. الانم رها کن، تمومش کن عزیز. تو پدر نداری، با خانواده پدری هم کاری نداشته باش. با
پشت سر بگذار. آقای اصلا دکتر ولی شبا اصلا نمیتونم خیلی خوب بخوابم. شبا به خاطر اینکه روزا داری این فکرها رو میکنی که شبا میاد، شبا که خودش یه دنیایی برای خودش نداره، تو روزا داری این فکرها رو میکنی، ذهنت اونجاست، بعد خودتو درگیر کردی، هنوزم داری. برای یه روانشناس خوب پیدا کن، خانم کمکت کنه از این وضعیت بیه بیرون. خب معلومه عزیز، روزا تو یه مکانیزم دفاعی داری نمیذاری اینا بیاد بزنه، شبا که اوریان میشی هیچ خبری نیست، هر چی از بیرون تو ذهنه. متوجه هستم، ولی این به خاطر این نیست که خبری هست. تو فکراتو، تو 20 سال این فکرای عجیب و غریب رو داشتی، خیلی هم مهربون و خوب بودی، ولی اینا نتیجه نمیده عزیز. مثل که تو یه گله گرگ هستن، به پری وسطشون بگی آره من برای اینا شیر رو بردم میخورم، منو نمیخورن، میخورنت. رها کن عزیز، تمومش کن، موضوع پدر رو همه رو بذار کنار، یه روانشناس خوبم پیدا کن کمکت کنن، کم کم خوابت هم آروم میگیره، ولی زندگی تو هیچ ارتباطی به پدرت و اونها نداره. امیدوارم اینو متوجه بشی و باز به خودت باشی عزیز. مرسی، ممنون. اگرم باز خبری بود و مطلبی بود لطف کن تلفن کن. یه چیز دیگه هم بگم آقای دکتر، من مثلا صبح هم حتی دارم مثلا درس میخونم هی میاد تو ذهنم. خب معلومه، برای که تو زندگی تو از فراموش کردنش. چرا راه داره؟ راه اینه که روانشناس صحبت کنی، این حرفا رو یه دفعه بریزی بیرون. عزیزم تو اگر با من 10 ساعت کار می‌کردی همینا رو می‌خوردی بیرون. تو چیکار می‌کنی؟ دور خودت داری می‌چرخی، باز یه منظره یادت میاد، یه اتفاقی یادت میاد، چون می‌خوای راجبش فکر کردن، راجبش تخیل کردن، بعد به هم می‌ریزی دوباره. تو اونو ول نکردی، خب معلومه اونو ول نمی‌کنی. بنابراین یه کمک روانشناس رو بگیر، دارویی نداریم که بخوری که این گونه بشی مشغول شو. باز اون اصل اساسی، زندگی تو اینقدر به کار خوب پر، با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. خوابات هم درست میشه، یه روانشناس خانم پیدا کن، باهاش صحبت کن. و ضمناً هم حتی هر وقت مطلب پدر اومد به ذهنت بگو بسته نمیخوام، بسته نمیخوام، پس بزن بره و خودتو خلاص کن. به هر حال مواظب خودت باش عزیز. مرسی، ممنون. خدا نگهدار.